اگه بخوام بگم که مثلا موضوع امشب چیه، تقریبا میشه رویا پردازی، رویا بافی. کیا خیلی اینجا رویا بافن؟ خیلی خوب. یکی از بهترین راه‌های فرار از شرایط بد و افکار منفی رویا پردازیه. یه نی میذاری توی چیز خنک، سر نی رو میذاری اینجا، خیره میشی به مثلث امن خونه، میری تو فکر. یکی دو نفر رو میشناسم که واقعا روزی چند ساعت این کارو میکنن، به این راحتی هم از رویا بیرون نمیان. طلبکاراش داشتن در رو میشکوندن بیان تو، این خیره شده بود به یه گوشه، تو ذهنش داشت لب ساحل به اون یکی موج سواری یاد میداد. آخر زیر بغلش رو گرفتیم، کشون کشون با فرش زیرش بردیمش، گفتیم الان میان تو. گفتیم الان میان تو میکشنت بدبخت. حتی تو اون حالت هم هنوز توی رویا بود، دست کم میداد، میگفت فردا میبینمت لورا. آمار وجود داره که انسان ها به طور متوسط 6 سال از عمرشون رو رویا پردازی میکنن. این یه آمار علمیه. اگه میانگین عمر رو بگیریم 70، 6 سالش که اینجوری میره، حدود 22 سال از این 70 سال رو هم که میخوابیم میمونه 42 سال. حدود 7 سال تو ترافیک هرس میخوریم، میمونه 35 سال. یه 10 سالش هم تو بچگی گیج میزنیم که اصلا کلن اینجا کجاست، میمونه 25 سال. به طور تقریبی 10 سال از عمرمون رو توی فضای مجازی میگذرونیم، میمونه 15 سال. یه سال و نیم تو سرویس بهداشتیم، بقیهش هم که باید صبر کنیم تا واممون در بیاد. یعنی هیچی به هیچی کلا. یه آقای اینجا هست، تو زندگی قبلیش قطار بوده. خب تازه اون 6 سال رویا پردازی که گفتم مال اوناییست که زیاد رویا پردازیشون قوی نیست. ما اکثرمون میریم بالای 10 سال. اصلا یکی از دلایل کاهش میزان ازدواج همینه، همه کارا رو سپردن به ذهن قوی. بهش میگن 45 سالت شد، خب دیگه پس کی؟ نمیخوای یه کاری بکنی؟ میگه چرا؟ تصور میکنم. من نمیدونم چه اصراریه که یه عده میخوان به زور شرایط رو بحرانی تر از اون چه که هست نشون بدن. یه خبر خوندم چند وقت پیش، نوشته بود اگر تهران زلزله بیاد 7 میلیون موش زنده خوار که الان زیر زمینن میان رو. یعنی فرض کنید زیر آوار گیر کردی، یه موش زنده خوار میاد زل میزنه بهت. خب دیگه اون موقع فقط آدم باید بالا رو نگاه کنه بگه خدایا واقعا این درسته آخه؟ بعد اصلا موش زنده خوار یعنی چی؟ یعنی اول نبضت ما رو میگیرن، اگه نزنه نمیخورن. یعنی یه خدا بیامرزه میگن میرن. بعد اینا اگه زنده خارن چرا زیر زمینن؟ مگه زنده زیر زمین هست؟ موش انقدر خیشتندار؟ گشنه و تشنه نشستن
گشنه و تشنه نشستن اون زیر به گسلا نق میزنن، میگن مردیم گشنگی. پس این زلزلت کی حاضر میشه؟ هممون میدونیم اگر تهران زلزله بیاد بد وضعی میشه، ولی بعضیا اصرار دارن میگن ما بیشتر میدونیم، جلوه های ویژه‌شو زیاد میکنن. ولی از من میشنوید از هیچی نترس. این از این. طبیعتاً وقتی شرایط بد میشه باید از اونوری رویا پردازی کرد، یعنی اگر هم قرار نیست اتفاق خوبی بیفته امید بدیم که درست میشه. مگه ندیدین این زیرنویس های چند وقت اخیر خودمونو؟ تا اعصابا خورد شد یهو اون زیرنویس ها یه جور دیگه شد. زیرنویس میومد رد میشه، وزیر بهداشت دو نقطه، به ازای هر پنسیلین یک بسته کدئین اشانتیون داده میشه، وزیر کشاورزی دو نقطه، سیب زمینه های کشاورزان را به قیمت سیب زمینی ویژه با قارچ و پنیر میخریم، فیلتر روغن، فیلتر هوا و تمام گونه های دیگر فیلترینگ رایگان شد. مردم اروپا دو نقطه، الان که عوارض خروج زیاد شده شما نمیخواد بیاین، ما خودمون میام خدمت. بعضی ها خودشون که رویا پردازی بلد نیستن هیچ، رویا پردازی دیگران رو هم خراب میکنن. چی کارش داری؟ دوست داره برای پرایدش بوق بنزی بذاره. سیستم بسته رو پراید خودش، خودش پشت فرمون دیگه جا نمیشه. به تو چه؟ اون اینجوری خوشه، هدفون گذاشته تو گوشش، داره بلند بلند با خواننده میخونه. چرا با پشت دست میزنی تو دهنش؟ چرا هدفون رو از گوشش بر میداری؟ صدای واقعی خودشو بشنوه. خابیده داره تو خواب میخنده، چرا بیدارش میکنی؟ اصلا بهترین بستر برای پروبال دادن به رؤیا خوابه. عجیبه که برخی از آقایون اینقدر از این بستر میترسن. 10 دقیقه بار از خواب میپرن، با استرس از خانومش میپرسه چیزی گفتم تو خواب؟ میگه جان من چی گفتم؟ پرونده هست تو دادگاه، خانومه میگه من تا حالا تو بیداری آقای قاضی لبخند اینو ندیدم، تا خوابش میبره نیشش تا اینجا باز میشه. بعد آقاه میگه جناب قاضی گناه من چیه؟ اسم زنم فریباس، ولی تو خواب دوست دارم نازنین صداش کنم. آره، خلاقترین ذهنها، خلاقترین ذهنها برای رویا پردازی رو بچه ها دارن. باید مراقبشون باشیم. مراقب باشیم که اگر دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم زیاد قشنگ نیست، لااقل دنیای ذهنی زیبای بچه ها رو خراب نکنیم. از سخنرانی رجب طیب اردوغان عصبانیه، به بچه میگه سمت من نیا، یا من الان اعصاب ندارم، دق و دلی رجب و سرت خالی میکنم. بچه داره با ببعی بازی میکنه، تو ذهن اون الان بهترین دوستش گوسفنده. دو خم گوسفند میگیرن میکوبن زمین لب باغچه، چاقو رو میذارن. اصلا بچه همونجا بالغ میشه. یه سیگار میذاره گوشه لبش و علای سیبیلش هی دود میده بیرون، میگه یه چای پررنگ به من بدید. این چه بلایی سر ذهن بچه میاد. آرزوها در صورتی به رویا تبدیل نمیشن که آدم مطالبه گر باشه. یه بار دیگه این جمله رو میگم، آرزوها در صورتی به رویا تبدیل نمیشن که آدم مطالبه گر باشه. یعنی مثلا بگه مسئول محترمی که 2 ماه پیش گفتی
تو دو ماه دیگه تا دو ماه دیگه درست میشه. چی شد؟ شاید ارزشش رو داشته باشه و ارزشش رو داشته باشیم که حداقل یک روز از عمرمون رو شبیه اون چیزی باشیم که تو رویاهامون فکر کردیم. یعنی مثلا 10 صبح از خواب بیدار شیم ببینیم رئیس اداره 10 میسکال برامون انداخت. زنگ بزنی بگی چی میگی؟ خب نابغه، اگه میخواستم بیام که الان تو تخت نبودم. نخیر، تا آخر هفته نمیام. برگ مرخصی میخوای بی در خونه بگیر. بعد بلند میشی یه کش و قوسی به خودت میدی، ولو میشی جلو تلویزیون، هر چی کانال عوض میکنی نه جمونگ داره نه مرد 1000 چهره. بعد زنگ خونه رو میزنن، میگی بله. کارگر شهرداری میگه سلام، ماهیانتون آوردم. بعد میری توی مترو، از بس مسافر کمه قطارا همدیگر رو هل میدن که تو رو سوار کنن. یکی از پشت بلنگو میگه رانندگان محترم، لطفاً قطارهای همدیگر را هل ندید، مسافر بعدی در پله برقی است، الان میرسد. بعد نشستی تو قطار، روزنامه رو باز کردی، تیتر زده یارانه 25 میلیون نفر دیگر وصل شد. بعد از پله های مترو میری بالا، چشمت میفته به نشانگر آلودگی هوا، نوشته اکسیژن 97%، 2% رازقی، 1% شستشو دهنده ریه. از اینا گذشته، لطفاً یه مقدار در تقسیم کردن رؤیاهاتون انصاف داشته باشین. میگی از خدام وسط یه جنگل توی کلبه کوچیک زندگی کنم. تو وسط جنگل، کنترل تلویزیون 3 قدم باد فاصله داره، 3 روز داری فکر میکنی چجوری ورش دارم. دستشوی فرنگی 2 ساعت خراب میشه، تا 2 ماه واسه زانوات میری فیزیوتراپی. اونی که وسط جنگل زندگی میکنه روزی یه خروار هیزم میشکنه، تو تبر رو بد نشون بدن کف دست تاول میزنه. تو شیر بلدی بدوشی وسط جنگل، تا بری اون زیر گاوه میگه ببخشید داداش یه لحظه بیا بالا، میای میگی جانم. میگی جانم، میگه اگه هدفت شیر دوشیدن نیست بفرم. عزیزم واسه جفتمون زشته، برو عزیزم، برو دنبال شهر نگر تو جنگل، برو قربون. آره، در شرایط فعلی افرادی که رویا پردازی بلد نیستن خیلی بهشون سخت میگذره. اینا به جای اینکه یک دنیای قشنگ مجازی برای خودشون بسازن، مدام دارن اتفاقات این دنیا رو رصد میکنن، غر میزنن. با ناراحتی میگه کشتی ایرانی تصادف کرده، کل میعاناتی که بار زده بود ریخته تو آب. اون وقت من جوون باید برای میعانات له له بزن. قبلنا گوشامونو تیز میکردیم ببینیم در مناظره ها چه وعده هایی میدن، کی میتونه آینده بهتری بسازه که بهش رای بدیم. الان گوشامونو تیز میکنیم ببینیم کی بهتر از بقیه دست رقیبا رو رو میکنه. میگه من به این رای میدم، لفتولیسی نکرده نسبت به اونای دیگه، اصلا خیلی میزانش کمتره. وعده هاشون هم که اکثرا شبیه همه، یکی میگه من 100 تومن یارانه میدم، یکی دیگه من
میگه من 90 تومن میدم ولی همش هزاری نوع تا نخور. یکی دیگه میگه خجالت بکشید به مردم دروغ نگید. از کدوم منبع میخواید بیارید این پولا رو؟ در هر صورت نباید نسبت به آینده خیلی بدبین بود. میشه رویا پردازی کرد و گفت همه چی درست میشه. میگن امسال خشکترین پاییز چند دهه اخیر بوده. ورودی سدها نسبت به سال گذشته 70% کاهش داشته. ولی وزیر محترم کشاورزی اوضاع رو مساعد میدونن. ایشون فرمودن مشکل کشاورزی آب نیست، تنبلیه. پاشید دیگه تنبلا، همش نشستید دارید سبوس میخورید. یه سال محصولتون رو با آب دهانتون آبیاری کنید. اصلا شعر داریم در زمینه تنبلی کشاورزها. میگه توی ده شلمرود کشاورز تک و تنها بود. وزیر میگفت کشاورز میای جو بکاری؟ نه نمیام، نه نمیام. گن گندم مفتی میکاریم؟ نمیکارم، نمیکارم. وزیر دوید تو کابینه که تنبلا رو نبینه. تنبله گفت سهمی آرد به من میدی؟ نه نمیدم. چرا نمیدی؟ واسه این که من وزیرم، بودجه رو من میگیرم.